うん。 خانم ها آقایان سلام خوش آمدید به پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی امیدوارم خوب و سلامت باشید این برنامه است مستقل که برای آگاه ساختن شما از حقایق مربوط به ایران بر اساس گفت و شنود با خبرسازان و کارشناسان تهیه و تنظیم می شود و با هیچ کشور و حزب و یا گروهی هم ارتباط نداری پرسش و پاسخ از لندن رو میتونید از شبکه ماهواره یور تایم جمعه شب و شنبه شب ساعت 21 به وقت تهران و همچنین سایت بیژن فرهودی و شبکه های اجتماعی یوتیوب، تلگرام تصویری و صوتی، فیسبوک، اکس و اینستاگرام تماشا کنید. مهمان برنامه این هفته آدینه هفته اردیبهشت 1403 وحید بهشتی فعال سیاسی هستند در لندن درود بر شما آقای بهشتی خوش آمدید به پرسش و پاسخ از لندن سلام و درود شما خدمت شما جناب آقای فرهودی مرسی که من رو در این برنامه خودتون دارید و دعوت کرد خب آقای بهشتی چون این اولین حضورتون در برنامه پرسش و پاسخ از لندنه ممنون میشم شرح حال کوتاهی از فعالیت های حرفی خودتون برای مخاطبین ما بفرمایید آیش میکنم خب من اگر بخوام جمع کنم فعالیت بگم در این 18 سال گذشته به خصوص من تمام زندگیم رو گذاشتم در راستای حقوق بشر و مبارزه با این رژیم شیطانی خب ما در راستای فعالیت های حقوق بشر خیلی با پارلمان اروپا قبل از برکسیت و جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا فعال بودیم دائما ماهانه ما گزارش های نقض حقوق بشر در ایران رو به نمایندگان پارلمان اروپا ارائه می دادیم اونجا دائما کنفرانس هایی رو برقرار می کردیم در سازمان ملل حدود من 16-17 ساله صحبت میکنم هر سال صحبت میکردم در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر بعد به یه جایی رسیدیم که خب یعنی به خصوص از جنبش سبز یعنی سال 1388 خب اون موقع فعالیت های خیابانی در لندن بسیار بود خب وقتی فیلم ها و اسنادی هم که اونجا هست ملاحظه بفرمایید میبینید که من همیشه در صفحه جلو و برگزار کنندگان تجمعات بودن ولی وقتی که اون سرکوب ها شدت که گرفت و جنبش سبز در ایران سرکوب شد من اومدم یک نوآوری کردم حدود ده, ده تا دقیقا ده یا یازده تا نمایشنامه رو من نوشتم سناریوش رو و کارگردانی کردم و در لندن ما, ن... ما این نمایشنامه ها رو برگزار میکردیم که ماهیت این رژیم رو نشون بدیم اکثرا در ترافالگار بود فیلم برداری میشد رادیو فردا و دیگر رسانه ها هم پوشش میدادن که خیلی دو تاش که ما پرداخته بودیم به چاه امام زمان و نمیدونم این خرافاتی که رژیم مردم رو سعی میکنه مشغول کنه خیلی سر و صدا کردن این نمایش ولی خب در و این و این کارا رو انجام میدادیم بعد از اون ما علاوه بر این کارها یک کار دیگری رو ما شروع کردیم یعنی با اون اوایلی بود که تلگرام خیلی بالا گرفته بود یه چند ماهی قبل از اینکه روح الله عزیز چون شما میدونید من رابطه خیلی نزدیکی هم با روح الله داشتم خب شما هم خودتون خیلی رابطه نزدیکی با روح الله داشتید خانم روح الله علاوه بر اینکه روح الله که دوست من بود خب خانومش هم یکی از اقوام ماست به هر حال چند ماهی قبل از اینکه روح الله آمد نیوز رو در تلگرام به راه بیاندازه ما دور تیوی رو در تلگرام به راه انداختیم و خوب مصاحبه های من اونجا خیلی بالا گرفت چون مصاحبه های زیادی رو من داشتم یعنی با تمام میتونم بگم یکی از اولین ها هستم که باب مصاحبه با داخل ایران رو باز کردم یعنی مصاحبه های زیادی که من با خانم فائزه هاشمی داشتم با پسر آیت الله منتظری احمد منتظری داشتم با آقای قدیانی با آقای خاستار با آقای نوریزاد مصاحبه های هفتگی که رو که با استاد خودم آقای ملکی داشتم دکتر محمد ملکی که هر هفته حدود 60 تا مصاحبه من تا زمانی که ایشون در قید حیات بودن با این شخصیت ها در داخل ایران داشتم و سعی میکردم صدا رو مستقیما از داخل ایران به بیرون گرم این خیلی مهمه که بدونی که دوستان ما بدونن 63 حساب صادق لاریجانی رو من افشا کردم 63 حساب صادق لاریجانی رو اولین بار من در سال در 29 مهر 1395 منتشر افشا کردم دو هفته بعد روح الله به نقل از دور تیوی تکمیلی رو در آمد نیوز ولی بله خب رسانه ها تصمیم گرفته بودن که صحبتی از دور تیوی در اون موقع نه البته رسانه های رژیم اومدن بهش پرداختن در اوایه که این دروغ است و, است و برد. همیشه همیشه روح لازم معتقد بود که این مسئله 63 حساب صادق لاریجانی رو آمد نیوز برای اولین بار افشا کرد نه خب خود خود آمدیوز به نقل از دور تیوی زد یعنی خود خبر آمدیوز شما اگر ببینید اولین خبری که در ارتباط با 63 حساب میاد بیرون 29 مهر 1395 هنون هم روی یوتیوب هست که دور تیوی این رو شرکت. دو هفته بعد یعنی و بعد از این من دو تا مصاحبه داشتم یکی مصاحبه با خانم فائزه هاشمی رفسنجانی داشتم در ارتباط با این 63 حساب که خیلی ایشون بهش پرداختن و بعد با آقای نوریزاد داشتم آقای نوریزاد گفت من فعلا هنوز چون اسناد و مدارک متقنی به دستم نیست نمیتونم زیاد به این بپردازم که بعد از این که دیگه خیلی بالا اومد اومد آقای نوریزاد و بهش پرداخت و گفت که نه کاری که شما کردید دقیق بود دو هفته بعد از اینکه من منتشر کردم این رو خب رابطه ایمان با روح الله خیلی رابطه نزدیکی بود مسئله هم نبود دو هفته بعد روح الله در آمدیوز تکمیلی زد اون به نقل از دور تیوی گفت خبری رو که دور تیوی در دو هفته پیش زد بعد یه تکمیلی به 63 حساب صادق لاریکنی شما با شبکه دور تیوی گفتی تمکاری داشتید مدیرش هم بودید یه مدتی نه بله 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 بله, بله, بله صاحب دور تیوی تا اونجا که میدونم مصطفی آزمایش از دراویش گنابادی درسته این بله بله دکتر سید مصطفی آزمایش از در زمانی که آقای دکتر نورالی تابنده بودن خب ایشون یکی ای از بزرگان سلسله گنابادی هستند و اون موقع سخنگوی آقای تابنده در خارج از کشور هم بودن که البته ایشون دیگر من در قید حیات آقای تابنده نیست. اده شما رو وابسته به اصلاح طلبان سابق میدونن خودتون فکر میکنید به کدوم گروه بیشتر تعلق دارید با کدوم گروه گروه سیاسی همکاری کردید که مثلا نامش با شما عجین شده باشه یکی از برگ های برنده من آقای فرهودی اینه که اصلا من با هیچ گروه سیاسی هیچ وقت همکاری نکردم و همیشه هم میگم و همکاری هم نخواهم کرد برگ برنده من که من تونستم در روز 66 اعتصاب غذا تمام گروه های سیاسی رو متحد کنم این مستقل بودن من اتفاقا کاری رو که همیشه سعی کردن بکنن اینه که من رو به یه طرفی بچسبونن یا فشار بیارن در طول این یک سال گذشته حالا بعدن میشه بهش پرداخت فشارهای زیادی روی من بود که شما آقا بیا به هر حال با یه سمتی باش شما با. یه سمتی باشی ما نمیدونم دو هزار نفر میاریم اینجا خیلی حمایت میکنیم علم میکنیم بل میکنیم از دو سه جنا ولی خب من همیشه معتقدم که این استقلال من و این تعلق نداشتنم به گروه یک گروه خاص سیاسی برگ برنده من توی این مبارزه با رژیم بله این رو هم بگم بعد میپردازیم به مسئله اتصاب قضا بعضی یا معتقدن که شما و همسرتون یه پروژه انگلیسی هستید نظرتون چیه؟ خواهش بکنم خب ببینید شاید این صحبت ها رو به خاطر موقعیت همسر من میکنم خب همسر من معاون سیاسی حزب کانسروتیو در وست میدلند انگلستان هست و همسر من تمام امکانات و اختیارات و تمام امکانات و ارتباطاتی رو که داشت در اختیار ما گذاشت برای این مبارزه خب اون موقعیت همسر منه خب به هر حال ما هم از این ارتباطات از این موقعیت استفاده کردیم در این به خصوص یک سال و نیمه گذشته برای پیشبرد اهداف مردم ایران ما اومدیم ایجاد یک گفتیم مبارزه یعنی تخصص آقای فرهودی یعنی اولین کاری رو که من کردم گفتم باید ایجاد منافع مشترک کنیم وقتی که اونجا اعتصاب قضا کردم گفتم من فقط واسه ایران اینجا اعتصاب نکردم واسه شما مردم انگلیس هم اعتصاب کردم رژیم شما هم در خطر میندازه و همسر منم هم همین رو در مصاحبه با ال بی سی و با بی بی سی و اینجور چیزها همیشه تکرار میکرد این رو اومدن خب البته میدونید ببقید. این همیشه ببقید. از رژیم شروع میشه ببخشید فرمودید که همسرتون معاون حزب کنسرواتیو تا اونجایی که من نگاه کردم این مدارک رسمی رو ایشون عضو شورای شهر هستن در یکی از شهرستان ها درسته اون, اون یکی از چیزهای مقام های همسر من هست عضو شورای شهر کاونتری هستند و معاون سیاسی کل حزب در وست میدلند ولی نه در در وستمنستر در حزب معاونش نیستن درسته ببینید معاون اصلی نه ولی معاون کل حزب در وست میدلند که 46 تا بله. نماینده پارلمان باید با ایشون هماهنگ باشن بله. این مقام دومیه که ایشون دارن و امسال هم دوباره برگزیده شدن یعنی پارسال این مقام رو داشتن امسال حدود سه ماه پیش دوباره برگزیده شدن و این مقام رو داره دارن تا سال آینده بله زبان فارسی کجا یاد گرفتن خب همسر من خب ایران به تا سالگی ایران بوده بعد اومدن هم پدر, همسر من یکی از فرماندهان نیروی دریایی شاهنشاهی بوده هست یعنی ایشون هم الان در قید حیات هستن خیلی هم سرحال 86 سالشونه و آدم سرشناسی هم آدم اینستن که شناخته شده نباشن ولی خب یه عده میان میگن که هم البته کسانی که در کمپ بودن چون همسر پدر همسر من همیشه اونجا حضور داشتن و خب ایشون رو میشناختن یه عده اومده بودن یه شجره نامه واسه من ساخته بودن پدر همسر وحید آیت الله بعد خود اینا میگفتن بابا پدر همسر وحید که اینجاست و من ما داریم میبینیم و آدم ناشناسی هم نیست نمیخواین اعلام کنین هویتشون رو خب حالا بهتر حالا یعنی چرا خب آقای راحتی هستن ایشون یکی از فرماندهان نیروی دریایی شاهنشاهی بودند و خب همه میشناسن ناخدای کشتی بودن و آدم ناشناسی نیستن ناخدا راحتی بله 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 ناخدا غفار راحتی بله بسیارم خوب خب آی بشتی بسیاری شهرت شما رو ناشی از اعتصاب غذای پرسر سر و صدای میدونن که در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا برپا کردید خواستار تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب از سوی دولت بریتانیا شدید البته این خواسته هنوز عملی نشده قبل از اینکه درباره ماهیت درخواستتون از دولت بریتانیا صحبت کنیم مایلم در مورد اعتصاب غذاتون کمی حرف بزنیم در ابتدا عده زیادی از هموطنان اقدام شما رو ستودند به یاد داریم که روز هشت اسفند 1401 شاهزاده رضا پهلوی و خانم شیرین عبادی مدافع حقوق بشر برنده جایزه صلح نوبل اومدن اونجا نزد شما ضمن استقبال از اقدامتون و اینکه جلب توجه عمومی کردین به درخواست تروریستی خوندن سپاه از شما خواستن که به اعتصاب غذاتون پایان بدید که شما چنین نکردید اما با طولانی تر شدن اعتصاب غذای شما و اینکه اونطور که باید و شاید لاغر نشده بودید این گمان زنی ها قوت گرفت که وحید بهشتی به کمک همسر و عده از دوستانش دست به اعتصاب غذای نمایشی زده و در مورد واقعیت ماهیت اون صادق نبوده صدها تکست هم در شبکه ایکس دریافت کردیم که خودتون هم حتما اونا رو دیدید با اینکه توییت اعلام برنامه این هفته با حضور شما بیش از 36 هزار ویو داشته تنها 82 نفر اونو لایک کردن چند تا از این پست ها رو براتون بازگو میکنم با این یادآوری که اینها نقطه نظرات مخاطبینه و اونا رو نباید منعکس کننده دیدگاه این برنامه بدونید بعد از طرح چند تا از این پرسش و کامنت ها آی بهشتی به صحبت های شما گوش خواهیم داد در مورد تکست هایی که دریافت کردیم سبا خویی نوشته نظر منو بهش بگین کم دروغ بگو دروغ گو اسخر سپهری پرسیده چگونه اعتصاب غذا کنیم که وزن ما کم نشود یاسی میگوید از مراحل کج شدگی و صاف شدگیش هم بپرسید که چه داروی مصرف کردند سریع صاف شدند و نیاک قربانی نوشته جناب فرهودی من بارها از خودش پرسیدم و به جوابی نرسیدم لطف میکنید شما بپرسید این سوال رو اعتصاب غذای شما برای مردم انگلستان بوده و مشخصا همسرتون میگن نه برای خودتون و نه برای مردم ایران بوده پس چرا همچنان از مردم ایران سوء استفاده میکنید آی بشتی این بیننده مصاحبه کامل شما با رادیو بی بی سی چهار رو هم فرستاده که به گفته خودش کسی نگه تقتی شده هیچ فکر میکردین بعد از بیش از یک سال از اعتصاب غذاتون هنوز با یک چنین واکنشی واکنش ناباورانهی در میان هموطنان روبرو بشید؟ اینا ب... البته به نظر من بخش اعظمی از اینها هموطنان نیستن هموطنانی که صادق باشن ولی من بهش میپردازم ببینید اعتصاب غذا اینی که میگن لاغر نشدیم ما اینا رو دقیقا حالا من یه سری اکثرم دوستان بعد از اینکه خیلی به من اصرار کردم چون من دلیلی نمیبینیم که به این مسائل پرداخته بشه چون من فقط هدفم بسن مهم بود آقای فرهودی و هست و این که ببینید حالا من برگردم از اول صحبت شما جناب آقای پهلوی و خانم شیرین عبادی زمانی اومدند و من رو دیدند که هیچ کس نمیدونست من اونجا هستم یعنی پنجمین روز اعتصاب من بود این نشون میده خب که به هر حال چه شناختی از ما داشتن و خب با اونجا آمدن خیلی هم واقعا با محبت با عشق درخواست کردن که من اعتصابم رو بهش خاتمه بدم ولی خب من هدفم چیز دیگری بود که خب اون انجام نشد ولی اینی که اعتصاب چرا اینها میگن لاغر نشده ببینید در روزی که من شب قبل از اینکه اعتصاب کنم من وزن کشیدم اینو همه مدارکش هست تو ما هم به هر حال منتشرش میکنیم احتمالا در شاید چند روز آینده بعد از این مصاحبه حضرت من 80 کیلو 300 400 گرم بودم فکر کنم روز چند روز قبل از اینکه به بیمارستان بیفتم 63 کیلو شده بودم یعنی 21 کیلو خورده ای من وزن کم کرده بودم ولی اعتصاب غذای من یعنی کیلو ببخشید 63 تا تا 80 میشه 17 80 کیلو و نیم 80 آره هم حدود حدود 20 20 کیلو من وزن کم کرده بودم این چیزی که بود حالا میگم این وزن بز... وزنا که بیاد بیرون ما مشخص میکنیم چند روز قبل از اینکه من به ب... ب... چیز بیمارستان بیفتم احتساب غذای من چگونه بود من در روز پنج حب قند قهوه‌ای استفاده میکردم و مقداری نمک و چایی و آب آب زیاد یعنی من اعتصاب غذا برای خودکشی نبود برای جلب توجه بود چون ما ملاقات های زیادی رو داشتیم با نمایندگان پارلمان به خصوص در تو جنیوری ما فکر کردیم که واقعا چند هفته دیگه سپاه در لیست گذاشته میشه برحال به هر حال نشد و من به این نتیجه رسیدم یعنی اعتصاب غذایی بود برای جلب توجه نه برای خودکشی آیه، که... ورشید. بعضی ها معتقدم که شما داخل اون چادر غذا دریافت میکردید خب دیگه خب اینها رو من دارم عرض میکنم خدمت شما من پنج هپه قند یه مقداری نمک مثلا به اندازه اینقدر نمک من استفاده میکردم و آب زیاد. این چیزی بود که من در طول این هفته و دو روز استفاده میکردم وزن من به اون صورت کم شد ولی اینا میگن آقا چرا وحید میتونست مصاحبه کنه تا روز آخر مصاحبه کرد هر روز حرف زد این همه اکتی بود من میگم که به هر حال اینها هم باید تمرین هایی رو که وحید در مثلا 18 ده سال گذشته انجام داده اونها هم باید انجام بدن من یک سری خودسازی ها که این زندگی من روی خودم انجام میدم روزانه صبح بسیار زود من بلند میشم یک ساعت و نیم تا دو ساعت من مراقبه میکنم یک سری کارها میکنم و شب هم قبل از خواب یک سری برنامه های مراقبه و یک سری زندگی منه هر کس این کارها رو انجام بده قطع به یقین از من بهتر میتونه اعتصاب کنه من اگر تازه جنگ روانی و فشار روانی هم نبود قطع به یقین بیشتر از و دو روزم میکشیدم که اونجا بمونم این یک دوم دوستانی که میگن از آقای بهشتی بپرسید این دوست عزیزمون که بپرسید واسه مردم ایران یا واسه هموطنان نمیدونم واسه انگلیسی ها این کار کرده از مردم ایران استفاده میکنه ببینید اگر سپاه در لیست تروریستی بره سودش به کی میرسه بیشتر از همه به مردم ایران ولی متاسفانه دوستان ما اصلا مشکل اپوزیسیون اینه اینی که 45 سال این اپوزیسیون قفل شده اینی که روش مبارزه رو متاسفانه نیاموخته به خاطر اینکه با روش های قدیمی هی میخوان میرن و میخورن به دیوار ما میگیم اولین کاری که باید بکنید شما باید ایجاد منافع مشترک بکنید یعنی باید برای اون انگلیسی که میخواد بیاد پا در این میدون بذاره باید بدونه یک منفعتی داره این کار ایجاد منافع مشترک و ما از روز اول گفتیم این فقط برای مردم ایران نیست خب من اگر بخوام واسه مردم ایران فقط بگم این کار رو میخوام بکنن میگن بلند شما رو تو ایران مبارزه بکن همونجا کارتو بکن ما میگیم آقا یعنی تمام سفرهای من به اسرائیل به اوکراین به آمریکا در همین اخیرا چی بود من میرم اونجا میگم آقا سپاه پاسداران و رژیم ایران خطر وجودی داره واسه شما با دلیل و مدرک میگم 150 صفحه برنامه نوشتم همین جوری ما توی میدون نیومدیم دائما داریم کار میکنیم مثل یه برنامه تجاری من برنامه سرنگونی رژیم رو که ترکیبی از کار سخت و کار نرم هست نوشتم و روی میز اینها گذاشتم پس چرا بعد, از... از... بعد از این همه مدت نتونستید این نمایندگان پارلمان رو متقاعد کنیم فکر کنم آخرین بار حدود 100 125 نفر اینطورا آمدن و نه، صد, و، صد و سی و چند نفر امضا کردن و البته ببینید ما اگر شما کارهایی رو ببینید این کار یک شبه نیست یک مبارزه است اتفاقا آنجایی که رژیم خیلی خیلی ناراحت از ماست اینه که ما از میدون به بیرون نرفتیم من الان در مسافرتم دارم با شما گفتگو میکنم من مسافرتمو میکنم کارهامو میکنم و بعد به محض اینکه برمیگردم من برمیگردم کجا برمیگردم به کمپ خودم امروز 428 و و روزه که ما در خیابونیم خب آقای در... من همین رو میخوام ازتون سوال کنم اگر یه شخص دیگری که مثلا همسرش هم به قول خودتون معاون حزب کنسرواتیو در میدلند نباشه آیا میتونه به راحتی روبروی ساختمان وزارت خارجه انگلیس 428 روز اونجا کمپ را و بیان و برن و خلاصه رفت و آمد اونجا تا حدودی مختل میشه دیگه که دیگه شکی... نه البته ببینید آقای ما رفت و آمد رو مختل نکردیم ما تمام کارهامون قانونی قانونیه از روز اول من عرض کردم من, من این رو دو میگم دو. میگم آیا به کسی دیگری همین اجازه رو میدن که برن ببینید خود آقای ریچارد رتکلیف مگر اونجا نبود 21 روز اونجا بود کسی که بیرونش نکرد روز 21 ایشون خودشون از اونجا رفتن باید. اولین بار آقای ریچارد رتکلیف اونجا بود و به خاطر اینکه آقای ریچارد رتکلیف در اونجا این کار رو کرده بود ما هم این اجازه رو داشتیم من اجازه گرفتم برای اونجا کارهامون رو قانونا انجام دادیم و بعد رفتیم اونجا نشستیم ما هیچ کار غیر قانونی هم نکردیم هم نبستیم شما اگر ببینید این یک سری قوانین داره مزاحمت واسه کسی ایجاد نکردیم علت اینکه این کمپ تنها کمپی است که مونده تا برجا هنوز اینه که تمام کاراش قانونی بوده یکی از من از روز اول که اونجا بودم قانون گذاشتم توی این کمپ گفتم زیر این کمپ چی میگن استعمال دخانیات نمیشه مشروبات الکلی خورده نمیشه کسی اگر اینجا بخواد مشروب الکلی بخوره از این کمپ باید بره بیرون بره اونور خیابون وایسه اینجا عکس هیچ شخصیت سیاسی یا گروه و سازمان سیاسی گذاشته نمیشه یه سری قانون ها من گذاشتم که قانون رو خیلی... رو یا هایی که بشت... نه نه, من... من... نه, نه. این... ببینید این قانون ها رو من در کمپ گذاشتم در روز اول که مزاحمت ایجاد نشه و یه کمپ تمیزی باشه کانتر تروریزم لندن خودشون نیروی مخصوص مبارزه با تروریسم در لندن به من گفت تمیزترین کمپیه که من تا الان دیدم مسئول کمپ تروریسم ما سعی کردیم همه کارمون رو قانونا انجام بدیم و اونجا باشیم تا زمانی که این اتفاق بیفته و شما ببینید اتفاقاتی که در این کمپ افتاده بی‌نظیره شما در طول این 45 سال دستاوردهایی که این کمپ داشته غیر قابل تصور بود واسه همه به خاطر همین هم رژیم اینقدر عصبانی است در روزی که من اون تظاهرات روز 66 اون گذاشتم آقای فرودی واسه اولین بار رژیم ایران مستقیما به دولت بریتانیا هشدار داد و در روزنامه های خودش این رو منتشر کرد گفت این تظاهرات دخالت در سیاست داخلی ایرانه و شما باید این تظاهرات رو کنسل مق... کنید در روز 56 اعتصاب من 125 تا نماینده پارلمان اومدن اونجا نامه نوشتن به من این نامه رو دادن من دو بار با وزارت خارجه دیدار داشتم با آقای تام توگنهاد وزیر امنیت دیدار داشتم به روز هفتادم به خانه پادشاه رفتم من از تمام امکاناتی که وجود داشته برای مردم ایران استفاده کردم همه دوستان در ارتباط با سپاه پاسداران کسانی که اکتیو بودن همه کار کردن ولی این کمپ سی و سپاه رو مسئلهش رو جهانی کرده به زودی هم امکان نیست به خاطر همین ما در میدونیم ما نگفتیم یه روز دو روزه کار انجام خواهد شد پس پس ما گفتیم میمونیم پس تا انجام بشه پس سپاه هم برای خودش راحته میگه ما کارمون رو انجام میدیم اونم والا باشین اونجا کمپ بزنن تو پیاده رو آقای بهشت اونم گذشته سیگار نکشن و مشروب نخورن اونم کار خودشون رو میکنن آدم کشیاشون ادامه داره در داخل کشور ببینید خب ببینید مبارزه است آقای فرهودی مبارزه است این مبارزه مبارزه یعنی چی یعنی استمرار استمرار در مقاومت اگر ما بخوایم کنار بریم خب نمیشه که اونا, دارن آدم کشی میکنن ما هم داریم مبارزه میکنیم ببینید سفری که من مثلا به اسرائیل داشتم این سفر تابو شکنی بود ما تا الان کجا داشتیم در پارلمان اسرائیل یه نفر بره بشینه و صحبت از چیزی بکنه که تابو بود من تابوها رو شکوندم به ببخشید من حمله میشه مشکلینه در مورد رفتنتون به کنست و به پارلمان اسرائیل و کنگره آمریکا هم صحبت هایی داریم اجازه بدین همینطور یواش یواش بریم جلو یکی از کاربران به نام حبه انگور میگوید پروژه های صادراتی رژیم تو لباس اپوزیسیون فیک به وحید بهشتی حمله میکنند و این نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی از وحید ترسیده که کل سایبری های داخل و خارج رو بسیج کرده برای تخریب وحید این یکی از انگوش شمار پیام های حمایت از شما بوده که در صفحه توییتر من منعکس شده فکر میکنید چگونه میتونید بر این بیاعتمادی که نسبت به شما وجود داره غلبه کنید آی بشت لطفا کوتاه ب... خواهش میکنم ببینید این بیاعتمادی رو شما فقط در فضای سایبری صحبتش رو میکنید شما اگر یک قطعا ارتباطات شما گسترده است با کسانی که در ایران در ایران هستند و شخصیت برجسته هستند یا در زندانن یا بیرونن شما برید و اعتبار وحید بهشتی رو اونجا مورد سوال قرار بدید ببینید اونها به شما چی برمیگردن میگن شما در مجامع بین المللی ببینید مجامع بین المللی بی خودی یک نفر رو دعوت نمی کنن به این ور و به اون ور که صحبت بکنه ما اتفاقا یکی از نقاط ضعفمون همین برداشت است که با این لشکر پنجاه هزار اکانتی رژیم در فضای سایبری مورد تحت تاثیر قرار می گیریم. همین کاری بود که با روح الله کردن روح الله رو چگونه منزوی کردن من نمیگم روح الله اشتباه نداشت روح الله اشتباه داشت مانند همه آدم ها منزویش کردن کاری کردن که همه به یک صورتی آخ در مورد این حرف زد من نمیگم نظر زد ولی کارهایی که روح الله کرد بی بود در همین حرفه روزنامه نگاری منزویش کردن به یک سوراندنش و بعد به اون حالت که در اون حالت روانی اون رو و پایین نگاه داشتن فشارها رو روش بارد کردن بعد بردن و اعدامش کردن بعدش تازه تا یک سال آقای فرهودی میگفتن روح الله هنوز زنده است که پدرش اومد و عکسش رو منتشر کرد که زمانی که داشتن در قبر میذاشتنش ما نباید اتفاقا مشکل رژیم و سایبری هاش اینه که وحید از میدون به در نرفته وحید اصلا کاری با اینها نداره و قد هدفش یعنی در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران و سرنگونی رژیم براش مهمه هیچ چیز دیگه واسه مهم نیست و از این چ... همیشه اعلام کردم در من که پای مردم ایرانم دست تمام این لیدرهای صادق رو هم میبوسم و میگم که آقا ما باید با هم همکاری کنیم تا بتونیم این رژیم رو به زیر بکشیم این با. شعار من از روز اول بوده و تا روز آخر خواهد این که میگین در با همه همکاری کنیم واقعا سوالی مطرح شده بود در سفرتون به آمریکا در مورد حمایتتون نظرتون رو خوب پرسیده بود یکی از دانشجویان آمریکایی در مورد اینکه در مورد برنامه ده ماده مریم رجوی چی فکر میکنید و راجع به مجاهدین نظرتون چیه که به اون پاسخ دادیم پاسختون که فرمودید مثل اینکه باید ایدولوژی رو کنار گذاشت همکاری کرد با همه گروه ها تا این رژیم سرنگون بشه مثل اینکه این پاسختون نه این رو, این رو من اینجوری پاسخ ندارم ببینید حرفای من رو بریدن من دقیقا ترجمه فارسی پاسخم رو خدمت شما عرض میکن. وقتی که اون خانم این سال رو از من پرسید جواب من این بود گفتم این درست همون نقطه که رژیم انگشت میذاره روش رژیم جمهوری اسلامی برای جدا کردن گروه های متفاوت اپوزیسیون از همدیگه من دقیقا دارم ترجمه میکنم من به هیچ گروهی نه وابسته بودم و نه هستم و نه خواهم بود و این برگ برنده منه که میتونم با تمام گروه ها ارتباط داشته باشم و متحدشون کنم در مورد مجاهدین پرسیدید این رو بهش پرسید جواب دادن. گفتم مجاهدین یک گروه مخالف جمهوری اسلامیه که داره با اون می جنگه هزینه زیادی رو در طول این سالها داده ایدئولوژی خودش رو داره و یک گروه بسته است یک گروه باز نیست یک گروه بسته است ایدئولوژی خودش رو داره ولی من اولویتم فقط سرنگونی رژیم جمهوری اسلامیه یعنی اولویت مردم و یه آرزو هم دارم اینجوری گفتم نگفتم همکاری همه گفتم یه آرزو دارم که تمام گروه های اپوزیسیون در مقابل رژیم جمهوری اسلامی با هم متحد بشن این دقیقا جوابی بوده که من ترجمهش کردم به فارسی به اون خانوم دادم که اولین سوالی بود که در اون مجمع از من پرسیده شد خب به خاطر همین سوالتون مورد بیمهری خیلی از هموطنان قرار گرفتید آیه داره. خودتون قبول دارین نه میگویید که با گروه ها من میتونم ارتباط داشته باشم با کدوم گروه شما تونستین ارتباط برقرار بکنی از زمانی که دست به این اتصاب غذا زدید اکثر گروه های سیاسی ببینید با ها... کدوم گروه نشستین صحبت کردین دست همکاری دادید این رو آره میشه برای ما الان نه ب... نه ببینید دست همکاری خب متاسفانه ببینید این یعنی ما کار میکنیم در من در روز 66 اعتصاب قضا یکی از کارهایی که انجام شد تمام این گروه ها ما قبلش نشستیم باشون با کورت های عزیز با بلوچهای های عزیز در لندن در داخل ایران و نمیدونم با گروه های مثلا چپ با گروه های پادشایی تمام اکثر بچه هایی که که دور من هستن اکثرا از گروه های چون یه گروه پادشاهی خواهم که نداریم گروه های متفاوت پادشاهی هستن و اینها رو ما تونستیم متحد کنیم ولی بعد از روز اون تظاهرات چون همه گمان میکردن که این مسئله روز تظاهرات تموم میشه یا با افتادن من در بیمارستان تموم میشه و میره به پی کارش ولی بعد شروع شد دیگه همین مشکلی که در اپوزیسیون هست همه همدیگر رو میزنن خب این مسئله شروع شده ولی در ایران شما ببینید بلوچ های عزیز همه با من پشت من هستن با کورت های عزیز همه من پشت پشت من هستن با پادشاهی خواهان عزیز آخه شما پشت شما من شما در عرض کنید مجامع آمریکایی یه جوری صحبت میکنید در مجامع ایرانی فرق باید داشته باشه چون دیگه مسئله خیلی بازه توجه کنید برای آمریکایی صحبت میفرمایید اجازه بدید اینجا خیلی بازتر میگویید خواهش میکنم من پشت من هستن کیا هستن چهار تا اسم میتونیم ببرین از این گروه که الان نام بردید ببینید خب من اگر بخوام یعنی چی یعنی من میام گروه هایی رو که در ایران نه من, دارو گروه های ایران نمیگم گروه هایی که در خارج از کشور نماینده دارن شما باشه ملاقات کردین و هم... قول همکاری به هم دادی رو هر چیزی که در این زمین. نه ببینید ما بب... نه ببینید ما قول همکاری اصلا مشکل بر همین الان ما قول همکاری هنوز نداریم اونا بره. پشت من هستن کی پشت نه شما؟ نه 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 خوا... ببینید مسئله ای رو که من عرض میکنم من میگم گفتم من آرزوم متحد کردن گروه های اپوزیسیونه من کجا در و در کجا شما یه جایی بیارید که من گفتم این گروه ها پشت من هستن شما این رو بیارید من با نماینده های گروه های مختلف همین که همه در تمام طول این مدت اومدن من رو دیدن این همه فیلم ها و عکس ها هست از جاهای مختلف اومدن من رو دیدم ما نشستیم با هم صحبت کردیم با هم چا... برای چا... ابراز همدردی بلی... ممکنی بوده باشه جناب آقای ولی ولی این من نگفت منم این رو عرض میکنم منم این رو نگفتم که اینها آمدن با من همکاری کردن و ما الان اگر ما با هم الان قول همکاری و مودت داده بودیم که الان اینجا نبودیم الان رژیم رو شکست داده بودیم اتفاقا بزرگترین مسئله ما همین آشفتگی در میان اپوزیسیونه اگر اپوزیسیون بی اومد بر سر حد ها که اتفاقا ما راهکار داریم اینجا راهکار داریم ارائه میدیم الان اگر می اومدیم ما بر سر این حد ها می شستیم با هم گفتگو می کردیم و رو ابتدایی ترین به توافق می رسیدیم ما الان اینجا نبودیم بله. یکی از مشکلات بزرگ اینه که اپوزیسیونی رو نمی بینن اینها متاسفانه الان و به همین دلیل هم هست که خب من مجبورم تنهایی به این ور به اون ور به این ور برم و کاری رو که از دست خودم برمیاد با این گروهی رو که باهاشون کار میکنم یه گروه خود من هستن که در ایران و در اینجا من باهاشون دارم همکاری میکنم باهاشون برنامه مینویسیم باهاشون کار میکنیم مجبورم فعلا با اینا دارم کار میکنم و میریم اونجا ولی اگر تمام بله. گروه خودتون نامی داره ثبت کردین گروه خودتون رو نه فعلا ما گروهمون رو ثبت نکردیم نه فعلا اتفاقا ما دنبال گروه ثبت کردن تا الان هم من خب با انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر سالها کار میکردم که اون هم مسئولش دکتر سید مصطفی آزمایشه با اون کار میکردم ولی ده. الان این گروهی رو که من دارم باهاشون کار میکنم نه ثبتش نکردیم یه گروه داوطلب هستن از کسانی که اینجا دارن با من کار میکنن و کسانی که تو ایرانن اکثر عزیزانی که با من کار میکنن در ایران هستن بله. و ما داریم این کارها رو انجام میدیم ببینید کارها هم مشخص اتفاقا آقای فرودی کارها اتفاقا تنها, تنها کار به نظر من کاری که زیر سوال نیست و خیلی کلیه کار منه اینجا بسته یعنی کاملا مشخصه خب. ما میریم هیچ حرفی هم نداریم که قایم کنیم همه حرفامون هم رو داریم میزنیم بسیار خوب در مورد سفری که چندی پیش با آمریکا داشتید سوالاتی مطرح شده از جمله اینکه چطور شد شما رو به این سفر دعوت کردن قبلش هم سفرهای به اسرائیل و اوکراین داشتین اگر اشتباه نکنم دوربین تلویزیون ایران اینترنشنال هم سایه به سایتون در حرکت بود در یکی از اعلامی هایی که در مورد سفرتون با آمریکا دیدم آی بهشتی از شما به عنوان رهبر اپوزیسیون ایران یاد شده بود و اینکه هر کسی میتونه با پرداخت 250 دلار در کنار شما غذا میل کنه و از شما در مورد ایران سوال بپرسه خودتون در این مورد بفرمایید که چطور شد شما انتخاب شدید برای این سفر و اسپانسرهای این سفر کیا بودن و بعد بیشتر میپردازیم بهش ببینید این سفری که اولا حالا سفر اسرائیلی رو من اگه بخوام بهش یه سفر آمریکا رو فروم من رو دعوت کرد به این به این سفر ولی اینی که اون خبری رو که اومد بیرون که نمیدونم 250 پوند کنار وحید بهشتی بدن یه عده بیان بشینن شام بخورن نهار بخورن این نه درست بوده و نه اتفاق افتاده یعنی من اصلا همچین چیزی رو نه اطلاع داشتم میگم و نه قرار بوده و نه اتفاق افتاد به هر حال این از این مسئله دوم مسئله این که اه روزنامه اه رسانه جروزلم پست اومد و من رو به عنوان یکی از لیدرهای اپوزیسیون معرفی کرد ما خودمون هر وقت در مورد خودمون صحبت کردیم مثل همین الان شما فرمودید فعال سیاسی من خودم همیشه میگم سرباز وطن یا فعال حقوق بشر این گونه خودم رو نام میبرم در جا مجامع بین المللی هم که خارج از ایرانی میگم فعال حقوق بشر یا figure of Iranian opposition همین این گونه من از, از من یاد میبرم ولی اینکه اون روزنامه چرا اومد از من این گونه نام برد خب اون برداشت اوناست اونا میان به هر حال جروزلم پستم خب یک رسانه عادی نیست دیگه به هر حال یه نمیدونم برداشتای خودش رو داره انالیست خودشو داره ریسرچ های خودش رو میکنه اون چی دیده من کاری با اون ندارم ولی شما وقتی میرید پشت میکروفون نمیگین من رهبر اپوزیسیون نیستم دوستان هیچ... من یک فعال سیاسی مثلا ببینید آخه قرار نیست که من اصلا بیام یه حرفی رو بگم من نیستم یا هستم من میگم آقا من فعال ببینید من فعال حقوق بشرم من یه بخش همیشه اتفاقا میگم آقا ما یه قطره از این اقیانوس اوپوز... اپوزیسیون ایرانی هستیم ببینید ما اتفاقا ما رو آقای فرهودی درگیر اینها میکنه جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی یکی از بخش هایی که خبرت توش هیچ تخصص دیگری ندارن ولی توی تفرق انداختن و استفاده کردن از این از اون میان مثلا منو به عنوان نمیدونم خود متاسفانه اینجوری شده طرفداران جناب آقای پهلوی به عنوان رقیب میگم آخه این چه قیاسی است خب این قیاس من شما به عنوان رقیب منو میخواید مثلا واسه آقای پهلوی بذارید نمیدونم این گونه بکنید آخه بعد شروع میکنن به حمله آقا ما یه هدف داریم مسئله اینه من میگم ما بر سر این یک هدف میتونیم با هم متحد بشیم که سرنگونی جمهوری اسلامی یا نه اگر این حرف غیر منطقیه خب غیر منطقیه اگر منطقی است خب منطقی ولی آه... اینی که اون روزنامه چرا این رو گفته باید رفت از خود روزنامه پست پرسید آقا شما چرا این رو گفتید بله حالا فرض کنید شما و شاهزاده و بقیه چهره های برجسته اپوزیسیون در کنار هم قرار بگیرید دست همکاری با هم بدید چی کار خواهیم کرد؟ دو تا دو تا سه تا راهکار برای سرنگونی این رژیم رو میتونی الان بفرمایید بعد از اینکه دقیق... برقرار شد بینتون ببینید دقیقا اتفاقا اولین به نظر من اولین قدم اون چیزی است که ما رو متحد میکنه همه با هم چه چی چیزی ما رو متحد میکنه با هم هممون رو این خیلی بسیار مهمه چون این مسئله است که اینم از من نیست اینو در چند برنامه آقای دکتر آزمایش بهش پرداختن در همین چند هفته اخیر آن چیزی که میتونه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی رو هم با هم متحد کنه یعنی تنها چیزی است که ما به صورت قانونی هنوز داریم قانون اساسی مشروطیت بدون من صحبت از متمما و ملحقاتش نمی کنم. خب من صحبت از خود قانون اساسی مشروطیت میکنم یعنی این بهترین منشوره و تنها ترین منشوری که میتونه محور متحد کردن نیروهای اپوزیسیون بین همدیگه بشه ما لازم منشور دیگری نداریم چون ببینید این تنها مه... چیزی است که هیچ وقت لغو نشده از سال 1285 که تصویب شده این هیچ شما در یک روستایی هم حتی نمیتونید بگید ده نفر حتی جمع شدن بر علیه قانون اساسی مشروطیت شعار دادن بنابراین هیچ وقتم مجلس مؤسسانی درست نشد که این رو لغو کنه بنابراین ما اول میتونیم بیایم محور اساسیمون رو تشکیل بدیم که قانون اساسی مشروطیت و بعد بر اساس اون خیلی با... اس... چون ببینید راه... راه, های قانونی باز میشه ساز و کارهای قانونی باز میشه وقتی ما قانون اساسی مشروطیت و وسطمون بذاریم و این رو مبنا قرار بدیم بر اساس اون ما میتونیم با هم دیگه کار کنیم اولین کاری که ما میتونیم ببینید اولین کار وقتی نیروهای اپوزیسیون با هم دیگه بشینن و یه محوری داشته باشن اون وسط که این محور پیشینه داره پیشینه خب داره, داره این یکی این یکی بود یک راهکار خیلی خوب اینا با, خب، متحد این اح... سرنگون میکنید چگونه خبه. رژیمو سرنگون میکنید خب ببینید این اولین کاری است که ما بعد،, بعد بعد کار بعدی که ما میکنیم متحد کردن یعنی اووردن مردم کنار هم دیگه است ولی چی و از سوی دیگه گرفتن حمایت نظامی این چیزیست که من دارم روش تا، تا، کار یعنی میشه گفته من کس دیگری رو ندیدم روی این مسئله کار کنه این جمعیت وقتی که با هم متحد بشه از یک سو مردم درون ایران رو اصلا کل خود جمع شدن یه عده دوره هم دیگه مردم رو دلگرم و پر از انرژی میکنه از یک سو می... قدرت های غربی رو متوجه یک نیروی میکنه که اولا این نیرو دموکراتیک یک قانون اساسی وسطشه که یک قانون اساسی مدرنه حداقل برای این دوران گذار این وسط میبینن آقا یه چیزی هست که اگر به قول خودشون این شیطونی رو که الان هست بالاخره میگن میشناسن بهتر از اینه که چیزی دیگه نشناسن یعنی هم مردم ایران رو از یک سو دلگرم میکنه هم قدرت های غربی و جهانی رو بالاخره ما باید نیرو، نیروهای بین‌المللی رو با خودمون هم راستا کنیم برای سرنگونی رژیم این اجتناب ناپذیره نمیشه گفت ما خودمون میتونیم تنها این کار رو کنیم اونا هم میبینن یه نیرو اینجا هست بعد برنامه ریزی برنامه ریزی اینه که ما باید کمک نظامی برای مردم بگیریم کمک نظامی هم در آمریکا هم عرض کردم ها گفتم منظور من نگردونن برید اسلحه واسه مردم بریزید این صحبت های واقعا پیش پا افتاده ای رو که میکنن اسلحه بریزید یا اینکه چکمه به خصوص من گفتم I don't مین بوتس آن گراند یعنی چکمه برید با چکمه سربازا توی سرزمینمون برن یا اشغال کنن اینا نیست نه یعنی, یعنی نیروی زمینی رو وارد نکنید اینه نیروی زمینی گفتم باید مراکز سپاه به صورت محدود زده بشه مراکز هسته ای و خونه سران رژیم و این امام جمعه ها و اینا که اونا رو من بهش پرداختم در اون 150 صفحه برنامه‌ای رو که من نوشتم و دادم به اینا به هر حال وقتی که این گروه دوره هم جمع بشه دست مودت بده به هم فارغ از این که آقا عقیده سیاسی من چیه نمیدونم عقیده مذهبی من چیه ما واسه ایران آیا میتونیم حول محور ایران با قانون اساسی مشروطیت گرده هم جمع بشیم اولین گامی رو که این جمع شدن بکنه همین سه موردیه که من گفتم این سه مورد اتفاق بیفته من قول میدم رژیم اصلا جایی نداره برای نفس کشیدن مردم ایران الان هیچ چیزی نمیبینن متاسفانه گرچه داخل خودشون دارن کارهایی رو میکنن دارن سازماندهی میکنن ولی خب وقتی در خارج از کشور یه نیروی منتحب یه نیروی منسجم و یه نیروی دموکراتیک دموکراتیک با توجه به این ارزش های حقوق بشری که در قرب نهادینه شده بیاد و بگی آقا من هستم و صدا باشه یعنی هر بخشش نماینده یه صدایی توی ایران باشه قطع به یقین ما من فکر میکنم 90 درصد کار رو پیش رفتیم جمهوری اسلامی ها. آقای فرودی هیچ نیست این چیزی که من با قدرت در مجامع بین المللی میگم که ببر کاغذی بیش نیست واقعا همینه این ما هستیم که تا الان به خودمون نیومدیم و روی پام خودمون نیستادیم وگرنه جمهوری اسلامی هیچه فقط کافی ما جمع بشیم این همین صحبت هایی که لشکر سایبری رژیم رو روی فضای مجازی کنار بذاریم دست مودت به هم بدیم. دور هم جمع بشیم حول محور ایران آقا فقط حول محور ایران با. و قانون اساسی مشروطی خب آی بشتی فیلم سخنرانیتون رو در یکی از اتاقهای کنگره آمریکا از شبکه سیسپن دیدم شاید لازم باشه این نکته رو برای مخاطبین یادآور بشیم که این سخنرانی در اجلاس مشترک مجلسین آمریکا که در اون رئیس جمهور یا رهبرای خارجی سخنرانی میکنن نبوده بلکه اتاقی بوده که حداقل یک عضو کنگره اون رو برای سخنرانی شما رزرو کرده بوده و این سخنرانی در حضور تنی چند از خبرنگاران و چند دانشجوی دانشگاه برگزار شد این رو که قبول دارید فیلمش رو الان داریم نشون میدیم بله صد درصد شما فیلم رو نشون بدید و تنها البته دانشجوها نبودن اینا اشخاصی بودند که از دفترهای سناتورها و کنگرسمنها اونجا فرستاده شده بودن ولی بله. مهم این مسئله بود که شما فرمودی پوشش این سخنرانی توسط سی اسپن شما باید ببینید که به مخاطبان شما توجه کنن که سی اسپن چیه سی اسپن تنها نتورک کنگره است و اومد و این سخنرانی رو به صورت مستقیم پخش کرد یعنی وقتی شما سخنرانیتون از کنگره توسط سی اسپن به صورت مستقیم پخش بشه و در روی سایت سی اسپن قرار بگیره یعنی بالاترین مقام های آمریکایی سیاسی آمریکایی سخنرانی شما رو دیدن این بس. اون نکته بسیار مهم در اینجاست بسیار. حالا شما در این سخنرانی دو بار مدعی شدید که در حمایت از شما بنر یا دست پارچه های پنج متری از دو پل بزرگ در تهران آویزان شده بود یکی با این نوشته وحید بهشتی صدای ماست ما در کنار اسرائیل هستیم و در واکنش به سخنرانیتون در یکی از اتاقهای پارلمان اسرائیل روی پلی دیگر در تهران روی بنر نوشته شده بود وحید بهشتی آورنده پیام فرزندان کوروش بزرگ به اسرائیل بود بی بی ما آماده ایم که این بی بی اسم مستار آقای نتانیاوس ولی آقای بهشتی هیچ عکس و فیلمی از این دو بنر شما ارائه ندادید فکر میکنید هزار گفته شما رو بدون مدرک پذیرفتند و هدفتون از این صحبت چی بود؟ آیا میخواید بگید که در داخل کشور چهره مطرح و شناخته شده هستید؟ من صحبتم اولا داشت ببینید حوزدار خب قطعا پذیرفتن و اگر نمی خب اونجا میپرسیدن کسانی که برگزار کننده اون سخنرانی بودن این بنرها رو دیدن چون بنر اولو 356 تا رسانه اسرائیلی منتشرش کردن عکسش کو آیه بشتی بعد عکس شما دارین عکس یا فیلم نه عکس و فیلمش که بابا اینا همه توی خود سایت ایران اینترنشنال نمیدونم دیگران سی و تا من میگم رسانه اسرائیلی و دومی هم همه اینا هست من اگر خواستید شما یه سرچ کوچیک یا تو صفحه خود من یا تو صفحه ایران اینترنشنال یا تو این رسانه های جروزلم پوست جفتش رو جفت این بنرها رو رسانه جروزلم پوست منتشر کرد ولی اینی نیست که من بگم من حمایت دارم ببینید ما هی برمیگردیم روی این مسئله من میخوام بگم مردم ایران از درون ایران دارن حرف میزنن علت همین قبل از این مصاحبه با شما الان من با آی 24 اسرائیل مصاحبه داشتم علت صدور حکم اعدام برای توماج و این سرکوب زنان عزیز و مبارزمون در ایران رو من به این ربط دادم که مردم ایران از درون ایران دارن صحبت میکنن میگن اسرائیل ما با تویم یه دشمن مشترک داریم تو بزن ما اینجا میایم بیرون و کارو تموم میکنیم شما این وحشت رژیم شما فکر میکنید واقعا اسرائیل میاد منافع ملی خودشو به خطر بندازه و یک دست به یک حمله بزنه که باعث مشتعل شدن آتش در خاورمیانه بشه از این بدتر بشه وضعیت خودش خراب بشه آمریکا ازش ممکنه حمایت دیگه نکنه بگی به همین سادگیه که اسرائیل بیا ببین آقای آقای, فر... نه آقای فرهودی آقای فرهودی اتفاقا شما ببینید شما باید این اتفاقات رو آدم باید دنبال بکنه سالهاست داره اتفاق میفته چطور اسرائیل بعد از این چند ماه بعد از این چند ماه ای تصمیم گرفت البته ساختمون ما از روز اول گفتیم اون کنسولی نبود چون همش اعضای نظامی سپاه در اونجا بودن ساختمون کنار کنسولی رو بزنه چطور این تصمیم رو گرفت این, این تحلیل منه این تحلیل منه این اون کارت چراغ سبزی بود که از داخل ایران دریافت کرد این رو عرض کنم خدمتتون اینی که اسرائیل میاد اتفاقا اسرائیل این مسئله رو امروز درک کرده برای اینکه باشد جمهوری اسلامی باید نباشد این رو, این رو درک کرده بهش رسیدن و بر اساس یک استراتژی داره جلو میره من عرض کردم در صحبت های چند روز پیش من گفتم گفتم شما خواهید دید این اتفاقات این واکنش هایی که به همدیگه نشون میدن به صورت پینگ پونگی در چند ماه آینده ادامه خواهد داشت حالا چند هفته میگذره یکی دیگه اون تا به اون جایی برسه که کاملا به هم بپیچن اسرائیل و یهودواری یعنی. آقای بهشتی که یک حالت هماهنگ شده بودین رفت و برگشتین به هیچ عنوان به هیچ عنوان این اتفاقا این تحلیلیه که رژیم میخواد به خورد مردم بده رژیم که اصلا میگه اسرائیل نزده قبول نداره اسرائیل زده نه خب نه میگن زده ولی اصلا خیلی ناچیز بوده مثل اسبابازی بوده نه نمیگن نزده میگن زده ولی خیلی ناچیز به صورت اسبابازی و بازی و اینجور چیزا بوده ولی ببینید اتفاقا یک مهندسی ببینید تحلیل ها متفاوته یک مهندسی دقیق اینجا داره انجام میشه اسرائیل برای این نبرد نهایی برای اینکه دیگه خودش رو با دست و پاهای این اختاپوس تروریزم اینقدر بخواد مشغول نکنه و بره سراغ سر اختاپوس نمیخواد تنها وارد این میدون بشه خب این تحلیلش دورانی من میکنه ها. نمیخواد بنابراین ولی داره مهندسی میکنه که به اتفاق متحدانش وارد بشه و شما میبینید یه کار بسیار مهندسی شده است هماهنگ به هیچ عنوان اصلا من اینو قبول ندارم بله خب گیو نوشته آقا بس کنید این سیرک و مسخره بازی رو هر کی از راه میرسه میخواد نماینده و رهبر بشه یعنی عرصه سیاست رو کردید لودگی و مسخره بازی شده سنگ مفت گنجش کم مفت بریم شاید رهبری یا چیزی شدیم یکی دوتا هم نیستن پنجاه تا رهبر برای ما درست کردید کوتاه پاسخی دارید براشون ببینید من در این مصاحبه با شما بیان میکنم چون ثبتم بشه و شاید حدود ده بار دیگه هم در مصاحبه با رسانه های اه، اه، خیلی بزرگ من اینو مطرح کردم من روز بعد از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی شما نشانی از وحید بهشتی در سیاست نخواهید من دنبال کارهای اجتماعی و اون چیزی که عشق من هست کارهای اجتماعی و اون چیزهایی که دنبالشم عرفان و اینجور چیزا دف و تنبور و کارهای اجتماعی کمک در اجتماع به مردم ما انقدر مشکل اجتماعی و کارهای اجتماعی داریم که تا پنجاه سال کار هست من اگر فکر میکنن من دنبال رهبر شدنم من الان در میدانم متاسفانه این خبر خوبی نیست حرف خوبی هم نیست به خاطر نبوده مرد مبارز در میدان اینه من 427 روز 28 روز در میدانم در خیابون میخوابم هر شب دو بار در همین امسال جونم رو ریسک کردم یه بار در اعتصاب غذا و یک بار ده روز بعد از هفته اکتبر که اون 300 تا طرفدار حماس با اون چاقو و نمیدونم عکس خامنه ای و قاسم سلیمانی به من حمله کردن در خیابون میخوام از خونه از زندگی از همه چیزم گذشتم در صورتی که میتونم بهترین زندگی رو برای خودم در انگلستان داشته باشم با توجه به موقعیتی که دارم بقید. از همه چیز گذشتم ولی دنبال نه برای رهبری برای مردمم برای ایران و روز اینکه این رژیم بیفته اگر دوباره دیکتاتوری نخواد بیاد یه گروهی نخواد بیاد بگیر و به که اون موقع دوباره ما مبارزه میکنیم ولی در صورتی که این رژیم بیفته من رو خیالشون جمع باشه نه من جا به کسی تنخواهم خواهم کرد و نه اصلا علاقه ای دارم به کرسی های سیاست این از من به بدن. شما شما قبل از که بیاین انگلیس در ایران فعالیتتون چی بود؟ من من یه دانشجو بودم من یه دونه من بیس سالم بوده که از ایران اومدم اینجا 27 سال 26 سال و نیمه من اومدم اینجا و دو بار بازداشت شدم به خاطر فعالیت های سیاسی که داشتم یه ورزشکار حرفه ای بودم یعنی ایرانم خب ما وضعمون که بعد نبود ولی نمیتونستیم ساکت بشیم در باید. برابر ظلمی که به مردم میشد نمیتونستیم ساکت بشیم حالا خوششانس میگم خوششانسی بود که زنده تونستیم در بریم بیایم اینجا و بعد به مبارزاتمون بپردازیم اینجا شما فرزند یک ای آیت الله هستید پدر من پدر من کجاش آیت پدر من کمال بهشتیه در بروجر همه میشناسنش <applause> برید ببینید کجا, کجا آیت الله پدر من اتفاقا خوب شد اینم حالا من به شما اینجا بگم پدر من اعتقاد خودش رو داره یعنی یه مسلمانی است که به روش خودش مسلمونه مادر من مثلا مخالف این حرف هاست اینا دوتا همیشه تو خونه بر سر این مسائل با هم بگو مگو میکنن و عاشق هم هم هستن ولی خب این چیزهایی است که میگم شجر نامه واسه من ساختن شما با یعنی اینقدر دروغ میگن من برادر همسر آقای دکتر سید مصطفی آزمایشم فامیلی همسر ایشون به فامیلی منم به اشتیه به به هیچ نسبتی ما با هم نداریم من. یعنی اینقدر دروغ در این به خصوص یک سال توی این فضای سایبری گفتن اینقدر دروغ گفتن ولی بله خب ما اگه بخوایم به این دروغ ها بپردازیم به زمان نمیتونیم بپردازیم من. با این چیزی که وحشتشون ببینید عصبانیشون کرده خیلی خیلی آقای فرهودی اینه من مثل کوه وایستادم و فقط به هدفم فکر میکنم هیچ چیز دیگری نمیتونه منو منحرف کنه از هدفم این چیزی که اینا رو عصبانی کرد بله خب کاربری به نام توماج مجید یا مجید توماج نوشته لطفا نظرش را در رابطه با تشکیل دولت موقت توسط شاهزاده رضا پهلوی تا قبل از مرحله تاسیس مجلس موسسان به صورت واضح و بدون سفسطه بپرسید آیا حمایت میکنند یا نه من و دوستانم که از ایشان حمایت کردیم باید بدانیم که آیا باز هم از, از این چپول ها رکب خوردیم ببینید اتفاقا یعنی ب... یعنی چیزی رو به من میبندن که شاید من به همه جا مثلا بتونن منو مثلا نزدیک کنن ولی تنها به اونور نمیتونن ما رو نزدیک کنن به هر حال من ارادت دارم خدمت جناب آقای پهلوی و اه یعنی رضاشاه فقید رو من اصلا پادشاه ایران نمیدونم این رو من در برنامه شما عرض کنم مثل اولین بار من رضاشاه فقید رو ناجی ایران میدونم اگر رضا شاه فقید نبود این نظر منه ایرانی الان نبود محمد رضا شاه فقید رو من یک استوره میدونم کارهایی رو که اینها در طول این سی و اندی سال کردند و ایرانی که هیچی ازش نمونده بود رو در این مدت کوتاه تونستند به این درجه از ترقی برسونند ولی با روش خودشون با روش خودشون این دنیا رو به لرزه انداخت که در اون جلسه گوادلوب آقای جیست کاردیستان، آقای جیمز کالاهان هلموت اشمید و جیمی کارتر اومدن و اون برنامه رو چیدن که رژیم چنج بکنن در ایران من و اتفاقا برخورد من بسیار جدی است با کسانی که میگویند تأسیس سلسله پهلوی یک کودتا بوده بسیار دروغ بزرگی است که میگویند در سال 1304 مجلس مؤسسان بر اساس مواد قانونی همین قانون اساسی مشروطیت سلسله پهلوی رو به صورت کاملا قانونی تأسیس کرد و اون رو تأسیسش رو به رضا شاه فقید سپرد ولی خمینی وقتی که در ایران اومد این صحبت رو که گفت رضا شاه با کودتا بر سر کار اومد ببینید بنابراین من خدمتی رو که سلسله پهلوی به ایران کرده اصلا غیر قابل, غیر قابل, مقایسه با هر دوره ای من میدونم ولی این که ام ام دولت دول در دور در دولت موقت بشه دولت دولت موقت در دوران گذار توسط جناب آقای پهلوی تأسیس بشه ما باید اول با آقای خود پهلوی صحبت بکنیم نبیاید شما از من بپرسید خیلی به من میگن آقا یعنی یکی بزرگترین مشکلات ایرادایی که به من میگن میگن چرا شما نمیگید شاهزاده این یه یعنی سوالیه که در طول این یک سال من چقدر داشت برخورد کردم من میگم آقا آقای پهلوی خودش این مناسبات رو قبول نداره بارها گفته من چگونه من و بعدشم مسائلی که ایجاد شده مثلا شاهزاده آقازاده مولازاده نمیدونم امامزاده اینا انقدر این کلمات رو لوس کردن من نمیخوام استفاده کنم در حال حاضر از این کلمات ولی خب متاسفانه یک نمی... یک نیروی میخواد به زور یعنی اصلا تمامی اون موارد دموکراتیک رو پایین میذاره ما اول باید از خود جناب آقای پهلوی بپرسیم آیا ایشون میخوان دولت موقت رو به رهبری خودشون تاسیس بکنن اگر ایشون اول ابراز رضایت کردن که بخوان این کار رو بکنن بعد میاید از اشخاصی مانند من میپرسید و من بعد اون موقع جواب میدم اول ولی باید بریم از خود ایشون بپرسیم ببینیم ایشون اول راضی به این کار هستن یا نه ما نمیتونیم به زور یک کاری رو یک شخصی رو وادار به هم. یک کاری کنیم ولی من نظرم رو در مورد پادشاهان و در اصل ناجی ایران رضا شاه فقید عرض کردم در این برنامه هم. شما واسه اولین بار خب خوبه که در سفرهای خارجی هم که میرید این صحبت ها رو ادامه بدید و بگویید که در گذشته ایران چی بود و الان به چه فلاکت. من همیشه گو آقای, آقای فرهودی من در ببینید آن چیزی که رسانه نشون میده یک درصد از این کارهایی است که من میکنم مثلا یک سفر من به فلان کشور رو نشون میده خب بر اساس این من لازم نیست یعنی من نشون بدم شما یه سفر کردی یه سفر نه نه ببینید نه ببینید و یا ملاقات های من رو ما یه دو تا عکس مثلا از یک ملاقاتی رو میذاریم ولی من در آمریکا 36 تا ملاقات داشتم در تمام اینها من اتفاقا به روی اینا میگم میگم روزگاری که ایران امروز نشسته شما بر سر ایران آوردید شما در همون جل اون جلسه گوادلوب در فرانسه این اتفاقی بود که شما رقم زدید دو روز بعد از اون جلسه عکسای آقای خمینی دو متر در پنج متر در تمام روزنامه فروشی های فرانسه رفت بالا یه قیافه خشتگینی رو از این زده بودن به فرانسوی زیرش نوشته بودن مردی که قرب را به لرزه در آورد و از اونجا آقای خمینی که پنج تا شاگرد بیشتر توی نجف نداشت و اون خوز اولاتی بود که می نوشت اومدن تبدیلش کردن به رهبر یک من مخالف نیستم من نمیگم یک جنبشی در سال 55 پنج 56 پنج پنج در ایران در جریان نبود یک جنبش اصلاحی در راه بود خود محمد رضا شاه فقید در رأس این جنبش بود برای همینه که وقتی میبینیم که میگن آقا ما لیست پنج هزار نفره رو گذاشتیم روبروی شاهنشاه ایشون فقط با چهارصد تا لیست موافقت کردن که اونا رو در زندان قرار بدیم یا شما میبینید از سال پنجه آقای علی اصغر های جوادی نامه می نیسته. پشت نامه سه تا نامه یکی از نامه ها پنجه و شیش صفحه است که بسیار انتقادیه به شاه ایران آیا دستگیر شد علی اصغر های جوادی نه یک بار هم بازداشت نشد و حتی نظراتش رو مورد داشتن روش بحث میکردن کار میکردن در مورد نظراتی که میداد یه جنبش اصلاحی در ایران در جریان بود ولی غرب این جنبش اصلاحی رو یه مرتجع ایمانند خمینی رو به عنوان رهبر تراشی هلی. گذاشت اونجا و تبدیلش کرد به یک شورش و یک مسئله, مسئله انقلابی و این وضعیتی است که ما باش گرفتاریم سال الان این صحبت هایی که کردید همون گروه مجاهدین خلق ازتون بریدن برای اینکه با سلطنت کاملا مخالفن انقلاب ضد سلطنتی بهش میگن و مطمئنا با شما اطلاف نخواهند کرد بعد از این حرف ببینید آقای فرهودی من بر اساس اصول من یه آدم اصولی هم. یعنی وقتی که من میگم من 18 سال روی خودم کار کردم تا میتونم بیام اعتصاب کنم و بر روی موازه بمونم من اصولم در درجه اول واسم من یه آدمیم که رو خودم خیلی کار شده با استادانی که داشتم به همین دلیل اصول رو من زیر پا نمیذارم من الان نگفتم من طرفدار اینم یا طرفدار اونم ولی کاری رو که پادشاهان پهلوی کردن در تاریخ ما بی است مگر کسی میتونه بیاد اینو زیر سوال ببره بیاد ببره کسانی خب خب که مجاهدین خلق براتون قشنگ زیست خوب خب, خب خب بعد من اونجا زیر اونو سوال میبرم اونجا زیر خب بعد سوال من با... ببینید من با اونا با... بعد با... بعد اگر ما به اونجا برسیم با اونا بحث کنیم خب به همین دلیله ببینید اینا میان میگن وحید مجاهده خب ولی بعد وقتی که این نظرات من میاد بیرون بعد الان فردا مجاهدین میان شروع می‌کنن اونا حتما منو من میزنن یا اون گروه دیگه من میگم آقا با نظرات مختلف داریم ما ایرانی ها اتفاقا یکی از متفاوت ترین چی میگن ملت ملتی هستیم که عقاید بسیار متفاوتی داریم عقاید آین ها خورده آین ها تفکرات سیاسی متفاوت ولی بر سر ایران آیا ما با هم توافق داریم یا نداریم یه مورد خیلی کوچولویی هم عرض کنم ببینید شما در همین لندن زن... ببینید در لندن شما دارید زندگی میکنید شما در همین مجلس انگلستان ببینید پارتی اس ان پی رو من میگم اینا تاییدی طلبن دیگه آقای فرهودی اینا استقلال طلب بهشون میگن در انگلیس حالا ما بگیم استقلال طلب خب ببینید اینا کرسی دارن یعنی ببینید از این واضحتر نمیتونن حرف بزنن ولی کرسی دارن حرفشون رو میزنن کل هم اجمعین هم یه ده هزار نفر شاید تو کل این هشتاد میلیون جمعیت انگلیس طرفدار اینا باشن ما بعد. مشکلمون بر اساس اینه که ما دموکراسی رو درک نکردیم مجاهد باید حرف خودش رو بزنه کمونیست حرف خودش رو بزنه بعد ببینم چقدر طرفدار هست پادشاهی خواه حرف خودش رو بزنه جمهوری حرف خودش رو بزنه تا بعد مردم ببینن اینا کیان چی کی هستن ایدئولوژی چی دقیقاً چه ها. برنامه ای دارن بعد مردم میان نگاه میکنن با توجه به برنامه ای که الان دارن با توجه به پیشینه ای که داشتن تصمیم میگیرن پشت روش. صندوق رای امیدواریم امیدواریم یک روز این این رویداد فرا برسه ممنونم از وحید بهشتی گرامی برای شرکت در برنامه پرسش و پاسخ از لندن سپاسگزارم و با سپاس از شما دوستان گرامی در ایران و دیگر نقاط جهان که تماشاگر پرسش و پاسخ از لندن بودید این برنامه از طریق کانال ماهواره یور تایم جمعه و شنبه ساعت 21 به وقت تهران و وبسایت بیژن فرهودی دات شبکه های اجتماعی ایکس یا توییتر سابق تلگرام اینستاگرام و فیسبوک پخش می‌شود. در یوتیوب با کلیک روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش میتونید مشترک کانال ما شوید و هر ویدیویی رو که پست میکنیم بلا فاصله از اون با خبر شوید تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو مندم ایام بکام زن زندگی آزادی